سلام به برابکس خفن دنیای وارکرفت امروز تو این ویدیو میخوام در مورد شغلها ها باهاتون صحبت کنم چطوری شغل های خودتون رو آماده کنید تا بتونید از موقعیت جدیدی که تو دست هفت به وجود میاد نهایت استفاده رو ببرید پس حتما ادامه این ویدیو رو با من همراه باشید اسپانسر این ویدیو هم تیم وو که میتونید برای خرید فروش محصولات بلیزارد یا برای خرید کلی تی اف که از ارزونترین ترین حالت های شارژ والت به سایتشون مراجعه کنید همچنین میتونید جوین کانال اینستاگرامشون شید لینک سایت و کانال اینستاگرامشون همین پایین توی دیسکریپشن درد شده یه کوچولو که زیر ویدیو رو بگردید 100 درصد پیداشون میکنید خب برای این ویدیو پارت سه دو تا ویدیو قبلی حالا یعنی ویدیویی که دیشب و پریشب آپلود کردم اگه اون ویدیوهای قبلی رو ندیدی خیلی مهم نیست یعنی این بخش خوردی جداست از اون دو تا ویدیوهای قبلی ولی بعد از اینکه این ویدیو رو دیدی برو دو تا ویدیو قبلی رو ببین پارت یک و دو رو توی دیسکریپشن میذارم تا بیشتر کلا متوجه شید در مورد چه گلد فارمی صحبت میکنیم پس اگه جایی رو توی این ویدیو متوجه نشدی به خاطر اینکه پارت یک و رو ندیدی خب برای خیلی ساده بخوام بهتون توضیح بدم یه سری آیتم قراره به عنوان ترانسموک اضافه شه به بازی توی پش 1007 که با یه سری از شغل ها مثل آلچمی بلک اسمیتینگ اینسکریپشن لدر ورکینگ و تیلورینگ شما میتونید این آیتم ها رو بسازید و بذارید تو اکشن واسه فروش از همین یعنی الان خیلی هایپ و دوپ متریال اولیش قیمتش رفته بالا فروشش رفته بالا از همین یعنی الان دارن جمع میکنن خودشون آماده میکنن که این متریال ها رو بسازن و خب اگه شما بخواید یکی از این شغل ها رو آماده کنید مثل آلچمی بلک اسمیتینگ حالا اینسکریپشن و شغل های دیگه و بخواید از همین الان خودتون آماده کنید شغلتون آماده کنید و وقتی که پچ ده صرف اومد این ترنس بسازید بعد چه کاری انجام بدید بچه من میخواستم همه شغل ها رو ریز توضیح بدم ولی خیلی ویدیو طولانی میشد سعی کردم توی این ویدیو بچه براتون یه مثال بزنم یعنی برم صرف تا مثلا یکی از این شغل ها رو در بیارم و شما یاد بگیرید که خودتون چیکار کنید یعنی خودتون چطوری مثلا بیاید از طریق این سایت وفد صرف تا یه ویدیو رو در بیارید و چیزی که امروز میخوایم مثال بزنیم بچه ها شغل تیلورینگ خب شغل تیلورینگ هم یکی از شغل هایی که قرار ریسیپی جدید بیاد تو این ویدیو صفر صد تیلورینگ رو بهتون میگم و حالا بهتون میگم که شغل های دیگر هم دقیقا چطوری قدم به قدم برید جلو اولین چیزی که شما نیاز دارید واسه ساخت این ترانسمو اینه که خب شغل آلچمی بلک اسمیتینگ از این که انتخاب کردید و نسخه کلاسیکشو بچا برید ترین کنید و لول کنید چون اینا مثل نسخه کلاسیکه و یه چیز دیگه ای که نیاز دارید اینه که متریال اولیه رو به دست بیارید و پترنش رو به دست بیارید خب ما میریم سراغ قدم اول که آقا که افسن کدوم شغل رو انتخاب کنم و برم سراغش بتون بگم که بچه ها به نظر من اون شغلی رو که همین الان رو کاراکترتون دارید مثلا چه میدونم بیشترتون تیلورینگ دارید دیگه سر فرم های دو اکسچار که تو دراگون فلایت میکنید اتفاقا تیلورینگ این چند تا خیلیاتون دارید و شغل تیلورینگ بچا دراگون فلایتی که داشته باشید میتونید برید همون تیلورینگ کلاسیکش هم لول اپ کنید پس اگه بین این شغل هایی که اینجا هست آلچمی و بلک اسمیتینگ و اینسکریپشن و لدر ورکینگ و تیلورینگ هر کدومش رو تو نسخه دراگون فلایت دارید همونو بیاید نسخه کلاسیکش هم لول کنید حالا من خودم چون تیلورینگ تیلورینگ دارم میخوام تیلورینگ رو لول اپ کنم و تو این ویدیو تیلورینگ رو میخوام بهتون بگم ولی هر شغل دیگه هم خواستید بچه ها بد نیست بهترین شاید بلک اسمیتینگ باشه چون که بیشتر آیتم هایی که اضافه میشه برای شغل بلک اسمیتینگ و بچه ها حتما هم نیاز است که کاراکتر لول 70 داشته باشید که مثلا بخواید این شغل رو براش بگیرید میتونید با کاراکتر لول پایینتر هم اگه دارید بیاید نسخه کلاسیک که مثلا بلک اسمیتینگ رو بگیرید که بتونید اینا رو بسازید ولی من چون خودم تیلورینگ رو یکی از هیروهام دارم میرم همین تیلورینگ نسخه کلاسیکش هم براش میگیرم همونطور که گفتم جفتش میشه گرفت هم نسخه کلاسیک یه شغل و هم نسخه دراگون فلایتو تا با هم بریم جلو پس ولی خب قطعا بلک میتینگ و لدر ورکینگ چون ریسیپیو خیلی بیشتری براش اضافه میشه بهتره اینو در نظر داشته باشید خب قدم اول این بود که انتخاب کنیم چه شغلهایی رو قراره آماده کنیم مثلا من قرار تیلورینگ رو آماده کنم دلیل من بهتون گفتم قدم دوم اینه که بریم خب شغل تیلورینگمون نسخه کلاسیکش رو توی بازی بگیریم و لول اپ کنیم خب بچه ها من اومدم توی بازی شما وقتی میایید تو بازی اول میرید استونوین یا اوگریمار دقت کنید یا استونوین یا اوگریمار جای دیگه نرید والداراکن اوریبوس جای دیگه نرید گیج نشید دیدم خیلی بچه ها بیان پیام دادن آقا کجا بریم شغلمون رو بگیریم خیلی ساده واسه کلاسیک میایید اوگریمار یا استونوین همونطور که میبینید من اوگریمارم و از یه گارد بچه ها آدرس میپرسید مثل این گاردی که اینجا وایستاد اگه تو استون ویندم بودید برید پیش یه گارد ازش آدرس بپرسید پر تو قسمت پرفشن ترینر و تو قسمت تو این قسمت که میاد همون شغلی که خودتون میخواید بگیرید برای مثال ما تو این ویدیو تیلورینگ رو میخواییم بریم تیلورینگ رو میزنید بچه یا حالا هر شغلی دیگه ای که تو اون لیست بوده شما انتخاب کردید جاشون نقشه بهتون نشون میده من همین بغل ترینر تیلورینگ وایساده بودم اگه بهتون نشون میده اینجا که بچه بیاید تیلورینگ رو پیدا میکنید یا حالا هر شغل دیگه مثل مثلا بلک اسمیتینگ یا هر چیز دیگه که خودتون انتخاب کردید اینجا میایید ها تیلورینگ خالی رو لرن میکنید ناگهان همونطور که میگید من واسه من لرن شده چون من نسخه دراگون رو گرفتم خود به خود نسخه کلاسیکش هم واسم لرن میشه ولی خب اگه مثلا نسخه دراگون رو نگرفتید کلا میخواید با لول هیروی لول پایینتر بیاید این فارم انجام بدید کافی از همینجا بیاید این اینو لرن کنید حالا هر شغل دیگه ای که هست ان رو بزنید لرن شه این قسمت رو که لرن کنید بچه شغلاتون رو که باز کنید مثلا من میرم تو تیلورینگم. اینجا بچه اگه ش... مثل من شغل در... تیلورینگ دراگون فلایت هم دارید خب این صفحه واسه باز میشه اوکی ولی کاری که شما میکنید چیه؟ میاد از این قسمت رو فیلتر میزنید و نسخه کلاسیک رو میزنید میاد بالا نا کنید الان نسخه کلاسیک تیلورینگ من اومد همونطور که میبینید که تیلورینگ قبلی من که تیلورینگ دراگون فلایت بود لولش بالا بود ولی این تیلورینگ من لولش یکه تیلورینگ کلاسیکه و من واسه اینکه بتونم اون آیتم ها در آینده بسازم بعد تیلورینگ کلاسیکمو لول اپ کنم و حالا هر شغل دیگه که خودتون میخواید و به همین صورت میایید ترین میکنید و میایید تو قسمت کلاسیکش واسه اینکه شغلتون رو لول اپ کنید بچا این بغل یه سری ریسیپی هست سه چیزایی که ما میتونیم بسازیم و با ساختن اینا شغلمون لول اپ میشه یه سری فلش بچا بغلش هست این فلش های نارنجی رنگ و قرمزی که بغلش هست یعنی 100 درصد بهمون لول اپ زیادی میده این فلش های زرد رنگی که هست یعنی که لول اپ بهمون میده ولی نه خیلی زیاد اگه فلش بغلش بچا سبز رنگ باشه یعنی لول اپ بهمون میده ولی خیلی کم و اگه فلش بغلش کلا خاکستر بستری باشه دیگه اون آیتم بمون لول اپ نمیده برای مثال بچه ها این آیتم رو من بخوام بسازم به لینکلود نیاز دارم نه کنید دو تا لینکلود میگه یه دونه تا لین لینکلود برام میسازه میرید متریال اولیش بچه ها از اکشن هوس میخرید خیلی ارزونه چون متریال قدیمی و به درد نخوره و فقط به درد لول اپ کردن شوک میخوره خیلی ارزونه تو اکشن هوس هم 100 درصد پیدا میکنید نه کنید من کریت آلو میزنم چون من قبلا از اکشن هوس خریدم اینی که دارم میسازم بچه همطور که میرید لول شغل کلاسیک تیلورینگ هم, هم داره لول میشه به همین سبک بچه ها خیلی ایزی تو کمترین زمان با کمترین هزینه میتونید لول شغلتون رو سریع 300 کنید اوکی فقط یه نکته میمونه اونم اینه که بچه اینا رو که شروع میکنید ساختن بعد از یه مدت این رنگ قرمز بغلشون میره و خاکستری میشن یعنی دیگه بهتون لول نمیده اون موقع بعد چیکار کنید بعد بیاید اینایی که لرن نکردید و شروع کنید لرن کردن تا بتونید ریسیپی های جدید بسازید و لول اپ 100 صد درصدی بگیرید واسه اینکه ریسیپی های جدید رو بچا لرن کنین کافی بیت پیش ترینرتون دقیقا همین ترینری که ترینری که تو استون یا اوگریمار پیداش کردید و چیزهای جدید ترین کنین برای مثال نا کنید، من میتونم ترین کنم چیزایی که ندارم میتونم ترین کنم و باش چیزای جدید بسازم که بهم بیشتر لول بده و هر چقدر که لولتون بیاد بالاتر خب چیزهای جدیدتری براتون باز میشه که بتونید اینجا ترن کنید و چیزای بیشتری بسازید و به همین سبک بچه ها تیلورینگتون رو یا حالا هر شغل دیگه ای که دارید و لول اپ میکنید تا لول 300 میبرید تنها چیزی که نیاز اینه که برید متریال اولیه که واسه ساخت آیتم ها میخواد و از تو اکشن بخرید و بسازید بچه ها بعضی شغل ها یه سری مثلا نیازمندی های دیگه ای هم دارن مثلا شاید یه سری آیتم نیاز باشه که از وندور بخری یا یه سری آیتم نیاز باشه که همون دوروبر بچه هست برای مثال تیلورین که الان اینجا هست بچه ها کنید یه وندور بغلش داره که این تیلور بچه های سری نخ و مخ چیزا میفروشه که خب اینا دقیقا همون چیزایی هستن که شاید شما واسه ساخت مثلا آیتما بهش نیاز پیدا کنید پس این هم در نظر داشته باشید با وندوری که بغلش ها تجهیزاتی که بغل خود ترینر هست و خود ترینر و آیتمایی که از اکشن هوس میخرید خیلی راحت میتونید شغل کلاسیکتون رو تو کمتر از چند ساعت و با کمترین هزینه شاید حتی کمتر از 5 بتونید 300 و 300 کنیدش و فولش کنید خب بچه تا اینجا ما متوجه شدیم که چطوری بریم شغلمون رو بگیریم حالا هر شغلی که میخواید تیلورینگ بلک اسمیتینگ اینسکریپشن می تو اوگریمار یا استونوین ترینش میکنید نسخه کلاسیکش و شروع میکنید لول کردن حالا دو تا نکته دیگه میمونه ما شغلمون رو گرفتیم و لول کردیم 300 کردیم آماده کردیم دو تا نکته میمونه یکی اینکه متریال اولیه که واسه ساخت این آیتما خوب میخواد واسه ساخت این آیتم ها میخواد چیه که بریم از همین الان آماده کنیم داشته باشیم دو اینکه خب هر کدوم از این آیتما یه پترن یا یه ریسیپی داره پترن یا ریسیپی این آیتما رو از کجا میتونیم به دست بیاریم بچا در مورد پترن یا ریسیپی این آیتما هنوز هیچی بهمون نگفته بلیزارد هر وقت 10 هفت بیاد اون موقع مشخص میشه دو حالت داره یا همینجوری بهمون میده که بعید میدونم یا مثلا یه کوستی براش میذاره یه چند تراپی براش میذاره یه همچین حالتی یا براش میذاره پس هر وقت که بچه و پچه ده بیاد در مورد اون موضوع من ویدیو تکمیلی میذارم پس حتما کانال رو سابسکرایب کنید که هر وقت ده اومد بفهمید که ریسیپیا و پترناش از کجا باید برید بگیرید و فقط یه نکته میمونه خب پترنا رو که بعدا متوجه میشیم داستانش چیه شغلمون هم که لول کردیم فقط میمونه متریال اولیه که واسه ساخت این آیتم ها نیازه بچه شما می تو این صفحه وفد لینک این قسم از وفد توی توی دیسکریپشن هست 100 درصد میای تو این صفحه از وفد و اون شغلی که خودتون میخواید بیارید بالا برای مثال تیلورینگ چون میدونم خیلیتون تیلورینگ رو شاید بگیرید چون فرم 2 x میکنید و تیلورینگ دارید همون هم کلاسیکش رو بالا ایزی دیگه یا حالا مثلا شغلی مثل لدر ورکینگ یا بلک اسمیتینگ که حتی بهتره آیتم های بیشتری میشه با ساخت میایید چیکار میکنید بچه توی این سایت خب توی این قسمت آیتم هایی که میتونید باش بسازید رو یکی یکی باز میکنید و همه رو چک میکنید آیتم که باز کنید بچه ها اسم آیتم براتون میاره عکس آیتم براتون میزنه و چیزی که خیلی مهمه بچه این قسمت که دارید میبینید ریجنت یا متریال ساخت اولی اون آیتم رو برامون نوشته شما بچه اینجا متریال ساخت اولیه اون آیتم رو دوباره باز میکنید توی صفحه جدید توی نیو تپ و خودتون نگه میدارید میرید آیتم بعدی که میشه با تیلورینگ ساخت یا حالا با شغل خودتون دوباره باز میکنید و میبینید که چه آیتمیه متریال اولیه ساختش چیه دقیقا چند تا از هر متریال میخواد که اگه حالا خواستید یه وقتی این آیتم رو بسازید مثلا اگه خواستید ده تا ازش بسازید از هر آیتم چند تا تونه باید داشته باشید و متریال اولیه ساختش رو بچه باز میکنید از خودتون توی نیو که داشته باشید بعدا برید سراغش ببینید از کجا میشه این متریال رو به دست بود بچه همه آیتم های اون شغلتون رو که چک کنید برای مثلا من تیلورینگ همش رو چک کردم همه آیتم های رو که چک کنید یه سری آیتم تاش به دست میارید مثل این آیتمی که الان دارم میارم تو صفحه دارید میبینید یه سری آیتم به دست میارید که با این آیتم ها میشه می می اون ترانس اون ساخت بچا مثلا اگه شاخه تون بلک اسمیتینگ که پنیک نکنید بگید او این همه آیتم ها ها بخوام یکی یکی ری ریجنتاشو چک کنم اکثرا ریجنتاشون یکیه یعنی همه ریجنتایی که مثلا این چهار تا آیتم تیلورینگ داره اکثرا متریال اولیش یکیه پس اون ریجنتایی که تاش بهش میرسید ریجنتای خیلی زیادی نیست بچه بعد از اینکه ریجنت ها رو بهش رسیدید فهمیدید که چه آیتم هایی رو بعد برید فارم کنید لینک که ووفدش واسه شما باز شده دیگه باز کاری واسه خودتون یک گوشه نگه داشتید حالا شما خودتون هرچی که هست بچه اون آیتم رو که باز میکنید توی خود ووفد اون پایین نوشته که اون آیتم رو از کجا میتونید فارم کنید یه آیتم مثل این آیتم بچه هم همطور که میبینید نوشته که این آیتم دیگه اویبل نیست و از بازی حذف شده و از این مدل آیتم ها بچه بازم هست این پریمال بتم همونطور که می زده که از بازی حذف شده یه یعنی سری آیتم ها هست مثل این آیتم که از بازی حذف شده این آیتما رو خب نمیشه رفت فارمش کرد دو حالت داره یا بلیزارد این آیتما رو دوباره به بازی برمیگردونه که یعنی یه سری گلد فارم خیلی خفن به بازی اضافه میشه یه سری متریال که بچا همینا قیمتش تو 10000 گلد هر یه دونش قیمت خیلی غیر منطقی چون اصلا تو کسی نمیتونه برای فارمش کنه ولی وقتی فارمش باز شه بچا میتونید بیاید یه فارم پش میزون کنید با قیمت استثنایی کسایی که اولین نفر میان این آیتمای حذف شده که دوباره به بازی فارم کنن گلد خیلی زیادی میتونن به دست بیارن پس بچا ما فعلا باش کاری نداریم چون فعلا نمیتونیم فارمشون کنیم ولی هر وقت پچه هفت بیاد اگه قرار بشه بتونیم بریم اینا رو فارم کنیم مطمئن باشید همون روزای اول من ویدیوشون میذارم که چطوری برید اینا رو فارم کنید که موقعیت گولد فارم خیلی پش میزونیم توش نرفته است پس حتما کانال رو سابسکرایب کنید که بعدا گولد فارم های خفن تر میاد پس یکی این آیتم هایی که از بازی هست شده بعدا به بازی اضافه میشه بعدا در موردش ویدیو میذاریم احتمال داره بلیزارد یا کلا حذفشون کنه بگه دیگه این آیتما رو نیاز ندارید یا دوباره بیارتش به بازی که بیارتش خیلی بهتر میشه واسه ما که فارم رسید میدیم سراغ آیتم بعدی بچه ها یه آیتم که نیاز داریم مثل ساخت آیتم های تیلورینگ بچه ها. پاورفول موجو همونطور که میبینید بیشترش من چک کردم پاورفول موجو میخواست بچه قیمتش تو اکشن ایو هم تو که میرید 175 گل تا 200 گل قیمت خیلی بالایی داره و به نظر من همین پاورفول پاورفول موجود اصلا برید همین الان مستقیم فارم کنید بذارید تو اکشن هاوس هم میتونید به دست بیارید بچا یه خورده که پای بیاد پایین تر نوشته که از چه آیت از چه ادهایی و تو چه لوکیشن هایی دراپ میشه کافی این رو این پایین یکی یکی باز کنید ببینید که چه ادایی هستن کجای مپ هستن که این آیتم رو دراپ میکنن البته من خودم بهتون میگم دقیقا کجا باید پاورفول موج رو فارم کنید همراه با یه آیتم دیگه فارمش یجاست جاست سب کنین جلوتر بهتون توضیح میدم یه آیتم یکی که ساخت تیلور آیتم های تیلورینگ نیاز به بچا بولت اف کلود که بیایم پایینتر ببینیم از کجا دراپ میشه همونطور که می‌بینید بولت اف رین کلود خودش بچا توسط یه آیتم دیگه به نام رین کلود ساخته میشه و بچا همونطور که اینجا می‌بینید زده اگه تیلورینگ کلاسیک لول 250 داشته باشید میتونید بچا 4 تا دونه از این رین کلود و یه دونه بولت اف کلود بسازید از شما که دارید تیلورینگ کلاسیکتون رو میارید بالا بچا یه کاری که میتونید بکنید اصلا اینه یه موقعیت گولد فارم اینه برید کلود بخرید که قیمتش زیر یه گلده تبدیلش کنید به بولتا آف... بولتا کلود به قیمت 18 تا 20 گلد بفروشید این خودش یه موقعیت گلد گولد فارم بچا واسه کسایی که دارن تیلورینگشون رو لول میکنن خودشون که به بولت کلود قطعا نیاز دارید واسه خودتون بولت کلود بسازید حتی میتونید اضافه تر بولت کلود بسازید و بفروشید میتونید بچه بیاید این رن رو که متریال اولیه ساخت بولد کلود هست و خودتون مستقیم فارمش کنید یا میتونید برید از اکشن هوس بخرید قیمتش همونطوری که میگید 16 سیلور خیلی کمتر اون چیزی که فکرش کنید ولی بچه‌ها من یه فارم میدونم که تو اون فارم شما هم رن کلود میتونید فارم کنید واسه تبدیل کردنش به بولد به بولت رنکلود هم میتونید پاورفول موجو فارم کنید فارمش چیه بچه در مورد فارم یه دانجنه دقیقا این فارم که من قبلا در موردش ویدیو گذاشتم همونطور که میبینید بچه من توی این فارم هم دارم رنکلود فارم میکنم هم دارم پاورفول موجو فارم میکنم خب پس این یه فارم خیلی خوبیه که میتونید برید انجام بدید واسه دو تا از این متریال های پرمصرفی که توی تیلورینگ به میره این فارم بچا فارم دانجن ال بی آر اس یا لوئر بلک راک اسپایرز که من قبلا خیلی وقت پیش هشت ماه پیش ویدیوشو گذاشتم اون موقعی که من این ویدیو رو گذاشتم واسه ترانس موگای که توی این دانجن دراپ میشد این فارم رو گذاشتم ولی هیچ وقت فکرش نمیکردم یه روزی برگردم این ویدیو رو دوباره معرفی کنم واسه پارچه و پاورفول موجوی که توی این فارم دراب میشه ولی بچا یکی از بهترین فارما واسه فارم رنکرود و پاورفول موجو همین دانجن ال آر لینک این ویدیو رو توی دیسکریپشن بچه قرار میدم واسه تون بیاید از دقیقه چهار به بعدش رو ببینید تو دقیقه چهار به بعد من توضیح دادم که خب لوکیشنش کجاست و چطوری میتونیم به اینجا برسیم دقیقا از هورد یا الوینز و جلوترش هم بچه روتیشنی که دقیقا تو دانجن بزنید که سریع بتونید دانجن رو بشورید بیاید بیرونم توش توضیح دادم تقریقا طبق این ویدیو برید میتونید خیلی راحت این دانجن رو فارم کنید و کلی رانکلود و کلی پاور آف موجو فارم کنید به غیر از اینا بچا 3 4 دقیقه اول ویدیو من ترانس موکایی که توی این دانجن دراپ میشم بهتون معرفی کردم پس میتونید بچا 4 دقیقه اول ویدیو رو هم ببینید که پشماتون بریزه چه ترانس موکای خفن این دانجن داره و الان بچا فارمش دیگه واقعا سود داره چون هم امکان داره ترانس موکای خیلی گرون براتون دراپ کنه هم امکان داره که هم امکان داره چی هم 100 درصد براتون رنکلود و پاورفول موجو دراپ میکنه که هم قیمتش رفته بالا هم اگه بخواید اون آیتما رو بسازید خب به دردتون میخوره بعد از رنکرود پاورفول موجود بچه میریم تو سراغ رد دای یا آیتمی که واسه ساختن این نیاز دارید این آیتمی که از وندور میتونید بخرید دقیقا همون وندوری که بغل ترینر بتونشون دادم از اینا می‌فروشه. پس این که اصلا به دست وردنش خیلی ساده است بریم سراغ آیتم بعدی بچه یا آیتم به نام بلک دایموند این آیتم بچا قیمت خیلی زیادی نداره نسبت به تعدادی که ازتون واسه تو ساخت آیتم میخواد بچا یه خودی که بیاین پوینت تر دراپ ریتو زده که کجاها میتونید بیت دراپ کنید بیشتر از بلک راک دراپ میشه خب ولی به نظر خود من بچا این بلک راک دیپس رو بخواید بیت فارم کنید واسه بلک دایموند خیلی سوداور نیست بهتره بلک دایموند از اکشن هوس یک کله بخرید خب این نظر منه حالا باز اگه میخواید بلک دایموندش فارم کنید میتونید بچا بیاید اینجا تو لینک وفد رو بیارید ببینید دقیقا از چه عدایی دراب میشه بیشش هم بلک راکه بیاید بلک راک دپس بزنید که دراتون دراب, دراب کنه میگیم سراغ آیتم بعدی بچه ها لایت فیدره یا آیتم خیلی ارزون قیمت که از بیشتر ادای مختلف دراب میشه این هم بچه ها من فارمش نمیگم چون خیلی ارزونه خیلی راحت میتونید از اکشن بخرید اگر خواستید فارم کنید این هم بچه بیاید تو قسمت دراب ها نها کنید چه عدای دراب میکنن مثلا یه عدشون برای مثلا من بیارم برای مثال بچه ها زده این قسمت از این مپ که برید توی بلج اج مانتین خب یه عالمه از این ادا هست که اینا رو بکشید از این پرا براتون دراپ میکنه خیلی ایزی چرا دو درصد هم چانس دراپ داره پس بچه ها پیدا کردن اینکه این, که این مثلا این آیتم رو چطوری فارمش کنیم خیلی ساده است حتی اگه شما یه شغل دیگر هم خودتون دارید مثلا میارید بالا آیتمش رو یکی یکی یک چک میکنید کافی زیر اون آیتم رو چک کنید تا 100 تا ادی که اون آیتم رو دراب میکنه واسه معرفی کرده باشه این 4 5 تاش که چند سال پیش بیشتره رو قشنگ قفلی بزنید روش میتونید برید هایپر کنید و فارم کنید به هر حال این آیتم قیمت خیلی زیادی نداره بنظرم اصلا فارم کردنش خیلی نمیصرفه میریم سراغ دارک رون بچه‌ها دارک رون یه ای آیتم خیلی خفنه که حالا به قدرت تلورین تو شغلای دیگه هم خیلی ازش استفاده میشه قیمتش تو آمریکا 350 گلده تو اروپا 150 گلد خیلی قیمت بالایی داره فارمش هم ها من قبلا انجام دادم بیشتر تو استرن پلاگ لنده بچه ها حالا فارمش رو با هم میبینیم خب برابکس واسه فارم دارک رون دقیقاً این آیتمی که توی بگ منه و موسم روشه حالا بگم خیلی شلوغه ولی میخوایم این دارک رون رو فارم کنیم بچه‌ها توی این منطقه که دارید میبینید من هستم بچه ها توی ازروس خوب و توی استرن کینگدوم و این قسمت از استرن کینگدوم توی استرن پلاگلند اینجا شما که بیاید توی این دهکده کرده پر عده که اکثر این ادایی که اینجا هستن شانس دراپ دارکمون رو دارن شما نوع فارمتون جوری که باید بچرخید هرچی عد توی این دهکده کرده میبینید بکشید و لوت کنید و سعی کنید که اینا رو هایپر اسپانشون کنید هر چقدر سرعتتون بیشتر باشه بیشتر میتونید دارک رون فارم کنید بعد بهتون بگم بچه اگر سرعتتون خوب باشه و محیط حالا این منطقه فارم خوب یاد بگیرید تو ساعت 70 80 تا دارک رون میتونید فارم کنید که الان که من دارم این ویدیو ریکورد میکنم حدود ساعتی 10 هزار گلد به بالا میشه که خب بهترین فارمی نیست که میتونید انجام بدید ولی خب بدم نیست و به کسایی که خودشون میخوان بیان متریال اولیه جمع کنن واسه ساخت ترانسموک خیلی خوبه که خودشون بیان توی این منطقه و فارم کنن بچه همونطور که دیدید خب فارمش بچه ها از ادایی که تو استان پلاگ لند هستن نها کنید بیشتره بچه ها نه مثلا یکیش اوورم دقیقا همون قسمت که تو ویدیو با هم دیدیم خب یا بیشتر 90 درصد اد که بچه ها دارک در دراپ میکنن همونطور که میبینید تو استان پلاگ لندن بچه الان این فارم دارک خوشی یه چیزی هلوش بالای ساعت 10000 گلد میده پس فارم خام این دارک رون هم همچین بد نیست خب بچه ها این تمام متریال ای بود که واسه ساخت آیتم های تیلورینگ ما نیاز داشتیم دیگه فکر کنم متوجه شدید که چطوری میشه متریال اولیه خامی که واسه ساخت این آیتم ها هست و متوجه شید چیه حالا این تیلورینگ شما امروز تو این ویدیو گفتیم هر شغل دیگه که شما بخوایدم به همین سب یکی یکی لینک های وفیدش رو باز میکنه ریجنتاشو رو میاری و ریجنت بچه ها چک میکنه و این از چه ادید دراب میشه بسه تیلورینگش که بچه ها من همه رو بهتون گفتم و فرم هایی که در مورد متریال خامش هم بلد بودم بهتون گفتم بهتون معرفی کردم و در مورد بقیه شغل دیگه احتمالا بچه ها ویدیو نذارم اگه میخواید در مورد بقیه شغل هاش مثل بلک اسمیتینگ و مثلا لیدر ووکینگ و ایناشم هم ویدیو تکمیلی مثل این بذارم بستگی به خودتون داره که چقدر از این ویدیو حمایت میکنید اگه این ویدیو رو بهتر کنید یعنی بیشتر از تصورات باشه بقیه قسمت ها رو براتون میذارم وگرنه با همین چیزایی که من گفتم همین قدم ها استپ با استپ مثل من بقیه شغل خودتون برید چک کنید خودتون میتونید متوجه شید که چه کارهایی باید انجام بدید ولی بچه ها این قسمت آخر این مدل گلد فارم ها نیست بازم در موردش ویدیو میذارم دو تا ویدیو 100 درصدی که در آینده در موردش داریم یک در مورد این که این آیتم هایی که از بازی هست شدن و قرار به بازی اضافه شن و 100 درصد گلد فارم خیلی پشمیزونی اونجا داریم که بعدا در موردش ویدیو میذاریم و دو در مورد پترن هایی که باش میشه این آیتم ها رو رفت و رسیپی رو خرید این هم در آینده در موردش ویدیو داریم پس کانال رو سابسکرایب کنید که از ویدیوهایی که در آینده میذارم عقب نمونید و اگه میخواید در مورد شغل های دیگه و قسمت های دیگه این فارم بدونید آقا بهتره کنید لایک و سابسکرایب و کامنت و ببینم چیکار میکنید دیگه تا یه ویدیوی دیگه پیس اوت